لیتر امیدوارم درباره بتمن جوکر نباشه، یه موضوع دیگه. نه هر چند نه نه سوال فقط، هر چند اونم ربط داشت به موضوع توهین، ولی حالا من یه سوال دارم، البته دو تا سوال دارم از شما. فرض کنیم که این نظر شما در مورد توهین به عنوان یه پروپوزال بره به مرحله قانونگذاری، چقدر در نظر شما این قانون با هنجار یعنی نورماتیو بیهیویر و اخلاق و حتی نتایج روانشناختی میتونه اوورلپ داشته باشه؟ یعنی اصلا به نظر شما قانون میتونه اوورلپ داشته باشه با اینا یا نه؟ و دومی اینکه چطوری میتونید توهین رو توی این قانون تعریف بکنید به شکلی که برداشت شخصی نشه ازش و تبعات بدتری نداشته باشه؟ و حالا اگه اینم بشه سومی در نظر گرفت که مجموع این دوتاست، چرا اصلا برای این اساس قانون گذارا باید این پروپوزال رو قبول بکنم؟ مرسی. ما میتونیم همون فرست امندمنت آمریکا رو الگو قرار بدیم، اونجا فعلا کار کرده. این قانون اساسی آمریکا رو هم بالاخره اونا از فرانسوی ها گرفتن. من که قانون نخوندم، من نمیدونم قانون اینا چجوری میشه نوشت. خب ولی شما اگه نگاه بکنین که توی آمریکا، خب اینکه آزادی بیان رو چجوری تعیین کردن، سوالت همینه که آزادی بیان رو ما چجوری تو قانون تعیین بکنیم. من میتونم اینو بخونم براتون که ببینین اونا چجوری تعیین کردن. این سوال قانونیه، منم وکیل نیستم. خب ولی من میتونم نگاه بکنم. منظور من اینه که چجوری این پروسه باعث شما در پروپوزالتون بتونید قانع بکنید که آره این پروپوزال من نقش هنجار و اخلاق مثلا اینقدره و این مثلا باعث میشه که در آینده اینطوری بشه، در نتیجه اونا تبعات مثلا روانشناسی اون قانون رو که میخوان در نظر بگیرن باعث میشه که ریسک بکنن و قبول بکنن پروپوزال شما رو. آها، یعنی من چجوری مثلا مسلمان رو قانع بکنم که توی نه مسلمان رو نه مسلمان نه قانون گذاران رو بس کنی. شما مثلا با یه سناتور دارید صحبت میکنید که آقا من میخوام این قانون، این پروپوزال منه، این قانون خوب و بدم مثلا برام مهم، میخوام این قانون اجرایی بشه و اونم بعد به محله ریسک برسه. خب من و بابک و بقیه کسایی که مثلا یاسر و افشین و بقیه، ما کارامون تغییر از پایین به بالاست. خب یعنی من تا اونجا که تجربه ندارم که بخوام برم با قانون با مثلا سناتورا و ام پی ها و با کسایی که تو سیاست هستن برم اونا رو نظرشون عوض کنم. یعنی من الان ممکنه یه روشی در نظر داشته باشم، الان فکر کنم بیام یه استراتژی بهت بدم. خب ولی من کس خوبی برای این سوال نیستم. ما کس کارمون اینه که از پایین به بالا نظر مردم رو عوض بکنیم و این از پایین به بالا نظر مردم ما نه، ما و همه کسای دیگه که مثلا ما کار میکنم، یعنی ما که به تنهایی کاری نمیتونیم بکنیم. خب و این تغییر نظر مردم از پایین به بالا رأی مردم رو عوض میکنه و رأی مردم که عوض بکنه، خب رو سیاست مدارم تأثیر میذاره. الان توی ایران که الان نه، توی کشوری که دموکراسی به معنی واقعی وجود داشته باشه، نه توی الان ایران. خب یعنی ما هدفمون این فعالیت‌های مدنی که میشه، بعضی فعالیتشون تغییر از بالا به پایینه، بعضی فعالیتشون از پایین به بالاست، ما از اون پایین به بالایا هستیم. بهت من میخوام الان بر اساس این سوال یه نتیجه گیری بکنم از اینکه چرا بین شما و حالا این عزیزان که نظر میدادن یه اختلاف نظر حالا بیشتری بود. دلیلش اینه که ما توی اول اینکه توهین یه پروسه است، توهین یه اکت با مثلا بازی کوتاه نیست که ما مثلا یک چیز رو بگیم و یک چیز تموم بشه. بنابراین تو توهین نمیشه آبجکت و سابجکت ازم جدا کرد. شما راه داشتید میگفتید که آره مثلا من میتونم به یک سابجکتی توهین بکنم، ولی به اون کسانی که اگه میشه بگید فاعل نظر... و مفعول، برای اینکه اگه میشه بگید فاعل و مفعول، برای اینکه بعضی ممکن متوجه نشه. آره مثلا اونایی که سوژه اون اتفاقا شما باهاش کاری ندارید ولی با موضوع اون مسئله مشکل دارید و بهش توهین میکنید، به نظر اینو نمیشه جدا کرد. چون وقتی روانشناسانه مسئله رو بررسی میکنیم، اول اینکه این دوتا رو با هم در نظر میگیم چون اینا با هم متصلن، بعدش هم ما
افتر افکت، یعنی اون نتیجه بعدش رو هم در نظر میگیریم، یعنی که بعدش چه اتفاقی قرار رخ بده اگه یک نخبه اینو مطرح بکنه. همین ما اینا رو در نظر گرفتیم، درباره اینم کلی صحبت کردیم. ما جدا کردن هویت از عقاید وجود داره. ما خیلی، من حتی خیلی از مسلمان‌ها رو تونستم قانع بکنم با صحبت‌های مختلف، با مثال‌های مختلف. من تونستم نشون بدم که حتی اگه اونها فرق بین هویت و عقایدشون نمی‌بینن، باید بدونن که وقتی که ما داریم به عقاید حمله می‌کنیم، از دیدگاه ما هویت با عقاید جدا هست. و اونا رو سعی کردم که از دیدگاه ما بهشون نشون بدم که به این مواقع، به این موضوع نگاه بکنم، حتی که خودشون نظرشون نیست. و من تو این موضوع موفقیت های خیلی زیادی داشتم. خب الان حرف دوم تو یادم نیست، ولی مثلا مثالی که من دارم میذارم به خیلی از من یه مثال استفاده کردم رو خیلی مسلمان ها این تاثیر گذاشته و قانعشون کرده. خب مثالی که من میزنم، برای اینکه خیلی از مسلمان ها مثلا متوجه نمیشن که ما چجوری امکان داره یک نفر اسلام ستیز باشه و مسلمان ستیز نباشه، به خاطر اینکه فرق بین عقاید و هویت رو متوجه نمیشن. مثالی که من زدم همیشه این مثال بوده و خیلی خیلی جواب داده برای من. من فاطمه رو مثال زدم که مثلا میگه فاطمه مسلمونه، خب، و به شدت ضد بی خداییه، متنفر از بی خدایی. خب و فاطمه هدفش حذف کامل بی خداییه، یعنی تمام زندگیشو کرده جنگ با بی خدایی، خب، که و قانع بکنه مردم رو که بیان مسلمان بشن. خب و دلیل این که فاطمه که یه خانم مسلمونه که ضد بی خداییه اینه که بی خدایان رو دوست داره و این فاطمه میخواد که بی خدایان برن بهش، واقعا ناراحته از این که این همه بی خدا میرن جهنم، خب، و میخواد اینا رو از جهنم نجات بده. و من به یه مسلمان میگم شما میتونین اینو تصور بکنین که یه فاطمه داریم که بی خدایان رو دوست داره ولی به شدت ضد بی خداییه. شما قابلیت تصور اینو دارین؟ و اگه قابلیت تصور اینو دارین، پس میتونین متوجه بشین که چجوری امکان داره یک نفر به شدت ضد اسلام باشه ولی مسلمان رو دوست داشته باشه. اتفاقا دلیل این که ضد اسلام هم هست، دلیل این که اسلام ستیز هست، یکی از دلایلش خود مسلمان ها هستن. آره من میدونم که ما اختلاف نظر داریم، شما فکر میکنین اسلام برای مسلمان ها خوبه، ولی من فکر میکنم اسلام به ضد همه من جمله مسلمان ها هست. حتی اگر حرف من غلط باشه، آیا شما میتونین متوجه بشین که چجوری از دیدگاه من اسلام ستیزیم مسلمان ستیزیم نیست؟ اگه بتونن اینو بفهمن، درک بکنن، اون وقت میتونن بفهمن که چرا حمله به عقاید حمله به هویت یک شخص نیست. یه مشکلی که این نگاه میتونه داشته باشه اینه که برداشتی که از توهین و ریاکشن افراد میشه برداشت جمعیه، در حالی که هر فرد میتونه یک برداشتی از توهین داشته باشه. دو اینکه حرف آخرم همینه، تعارض منافع هم در نظر گرفته نمیشه وقتی که مثلا میخوایم اینو قانونیش بکنیم. برای مثال در یک جامعه کاپیتالیستی که space consumption اسلامی توش وجود داره، چرا باید اجازه داده بشه؟ چرا اصلا باید به مرحله قانونی شدن برسه وقتی این احتمال رو میتونن بدن که توهین میتونه بخش عظیمی از مثلا کانسیومر که هست به عنوان یک کامیونیتی از دست بده؟ برای که من به شما توضیح دادم دیگه بیشتر از این نمیگم، به خاطر اینکه اگه شما توهین رو بخواید غیر قانونی بکنین، شما نمیتونین کشور سکولار دموکراسی به طور کامل داشته باشین. این اصلا قدرتی رو که به یه حکومت میدین، مخصوصا تو کشور خاورمیانه، این خطرناکه، این به ضرر همه من جمله مسلمان ها میشه. شما اگه دارید میگین که این به ضرر مسلمان هاست و اگه تو این توهین قانونی کردن به ضرر مسلمان هاست، چرا بیان قانونی بکنن وقتی که اکثر جمعیت مسلمانه؟ اولا که ما میدونیم ایران دیگه اکثرا مسلمان نیست، یکی این. دوم این که حتی اگه اکثرا مسلمان بودن، ما باید قانع بکنیم مردم رو که همچین قدرتی رو به هیچ حکومتی نباید بدیم. این یک روزی ممکنه علیه خودشون استفاده بشه و برای اینم کلی معیار داریم که نشون، کلی منبع داریم که نشون بدیم که این قابلیت رو داره، یعنی این به نفع هم است. خب دیگه من اینو نمیدونم چند بار دیگه توضیح بدم، ولی خب
باید بریم، بگو حرف آخر بزن بریم. حرف منی که باید قانون نویس هایی که بخشیشون کانسرواتیو هستن رو اینجا بیشت مهمتر از مثل هرم در نظر بگیرن. ببین نیتون اصلا من نفع نگاهت عجیب غریبه، چون تو داری میگی چرا ما باید توهین، اصلا توهین نیست، من دارم کلا آزادی بیان رو ما میخوام، همه چی من جمله توهین، همه تمرکز کردن روی این توهین. ما میگیم هیچ خط قرمزی نباید باشه، خب ما میگیم خط قرمزی برای آزادی بیان نباید باشه، مگه اینکه چیزی به جدا از آزادی بیان جرم باشه. خب جدا از آزادی بیان اگه یه چیزی جرم باشه اون خط قرمزه، ولی خود بیان به خودی خودش نمیتونه جرم باشه. هیچ خط قرمزی رو ما قبول نمیکنیم. حالا همه تمرکز کردن دستش رو گذاشتن روی این توهینه. خب شما میگین چرا توهین رو باید قبول بکنم؟ ما نمیگیم توهین رو باید قبول کنیم، ما میگیم شما آزادی بیان رو باید قبول کنیم. ما میتونیم نشون بدیم که کشورهایی که آزادی بیان دارن این به نفعشونه، به نفع همه است. من جمله کسایی که حرفایی که زده میشه به خاطر این آزادی بیان دوست ندارن، این اصل آزادی بیان به نفع کشورهایی که اینو دارن، ما اینو باید باید رواج بدیم، این عقیده رو باید رواج بدیم. به همین راحتی. من مشکلی نیست، مرسی. نه ببین آره کانسرویت ها اون کسایی هم که میگین محافظه کارن، خب مشکلشون همینه که محافظه کارن. ولی ممنون از صحبتات، فعلا من دیگه باید برم.